سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. روز گذشته شاهد حضور مقامات سعودی وزیر امور خارجه عربستان سعودی در تهران بودیم. بعد از چیزی در حدود بیش از 10 سال یک نفر از عربستان سعودی در جایگاه وزیر امور خارجه به پایتخت مقاومت می آید. به پایتخت مقاومت منظورم این نیست که ایران پایتخت مقاومت و ایستادگی جهان، نه 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 نه، منظورم این هست که ایران همان نقطه‌ای که به اردوگاهی منطقه را تبدیل کرده است با محوریت جایی در تهران که پیام مقاومت را بین خودش و یارانش در این منطقه دست به دست می‌کند. خیلی ها بر این باور هستند که پیامی از سوی ملک سلمان سعودی از سوی وزیر امور خارجه این کشور به تهران آورده شده برای اینکه با وزیر امور خارجه ایران ضمن اینکه دیدارهایی را انجام می‌دهند این پیام را به رئیس جمهور ایران هم منتقل بکنند. دوستان، قبل از اینکه این نشست رو و این ماجرا رو با همدیگه بررسی بکنیم می‌خوایم بپردازیم به یک حاشیه‌ای که از ساعت اول نشست مورد توجه قرار گرفت. تصویری منتشر شد از خبرنگار العربیه در کنار تصویر حاج قاسم سلیمانی. خیلی ها گفتن این رسانه از روزی که به اصطلاح خودمون تحولات منطقه در سوریه و یمن دچار جنگ و بحران چیزهای این شکلی شد، شروع کرد این رسانه توهین به ایران و تمسخر ایران و حمله به ایران و حرفای از این دست و دشمنی با شخص حاج قاسم. حالا مجبور شدن بیان در وزارت امور خارجه، جایی که عکس ایشان هست، نشست خبری برگزار بکنن. خب کمی بعدترش خبر دیگری در رسانه منتشر شد تحت این عنوان که سعودی درخواست کرده، گفته اگه ممکنه جای نشست رو عوض بکنیم. یک کاربری درباره این قضیه نوشته که اجازه من این خبر رو بیارم. بله، یک کاربر گفته که یک توییتی توسط خبرنگار ایرانی زده میشه، بعد وزارت العربیه میره این توییت رو نشون میده به وزیر امور خارجه سعودی، میگه آقا اینا دارن ما رو مسخره میکنن، میگن سعودی بلند شده اومده زیر عکس حاج قاسم و این تحقیر ماه، اینا دارن ما رو به اصطلاح خودمون به اون کنایه میندازن. وزیر امور خارجه سعودی هم درخواست میده از طرف ایران که اگه میشه جای این نشست رو عوض کنید. این یکی از روایت هایی هست که درباره این قضیه داره میشه. بذارید کنار درباره صحبت خواهیم کرد. طرف ایرانی، سخنگوی وزارت خارجه میگه اصلا این حرفا نبوده، همه اینها شایعه است، ما نه رجزی برای اینا خوندیم، نه مسخره شون کردیم، نه چیزی بوده، ما اومدیم نشست برگزار بکنیم، حالا اینا مثلا ناراحتی پیش اومده ما خبر نداریم، یه اختلالی پیش اومده توی این به اصطلاح خودمون روند برگزاری نشست، مشکل فنی بوده، ما مجبور شدیم جا رو عوض کنیم. آ کدومش درسته؟ مثلا سعودی تحقیر شده که جای نشست رو درخواست کرده عوض بکنن، یا با عکس حاج قاسم مشکل داشته، یا نه مشکل فنی بوده؟ ببین، من اصلا با هیچ کدوم از این روایت‌ها کار ندارم. من یه نکته خدمت شما میگم، این همیشه تو ذهنتون باشه. هرچند البته ببخشید جسارت میکنم این شکلی که حرف زدم از موضع بالاتر شد، این چیزی که میگم رو احتمالا خودتون در جنش هستین. در بسیاری از کشورهای غربی وقتی میخوان با کشورهای شرقی گفتگو بکنن، نشست رو یه جایی برگزار میکنن که یک نمادی، یک تصویری، یک مجسمه ای از یک قهرمانی که طرف شرقی رو شکست داده توی اون نشست باشه. مثلا میبرن پای یک مجسمه نشست برگزار میکنن. با ترکیه این کارو کردن، با ایران تلاش کردن این کارو بکنن و با دیگران، یکی دوبار هم نبوده، بارها تلاش شده که همچین حرکتی صورت بگیره. حالا نکته کجا هست؟ ما توی وزارت امور خارجه‌مون زیر همین عکس روس‌ها اومدن نشست برگزار کردن، پاکستانی‌ها نشست برگزار کردن، تاجیکستانی‌ها نشست برگزار کردن، عراقی‌ها نشست، افغانستانی‌ها، طالبان بلند شده اومده، حتی طالبان نشست برگزار کرده. سعودی وقتی وارد شده، من برداشت خودم رو میگم، این چیزی که روی دیوار دیده رو نماد شکست خودش دونسته. گفته آقا یعنی مثلا من اگر بپذیرم اینجا نشست برگزار بشه، ما داریم فرض میگیریم که این مشکلات فنی اینا نبوده، حرفی که وزارت خارجه ایران میزنه نبوده، اون حرفی که سعودی میزنه که ما رو مسخره کردن، ما این تاخیر میشیم اینجا عکس بگیریم، این درسته، داریم فرض رو برای این میگیریم. سعودی اگر این چیزی که میگن درست باشه، واقعا همین فرض رو با خودش در نظر گرفته که من 13 سال دارم با اینا میجنگم تو منطقه، بعد 13 سال من پذیرفتم بیام گفتگو بکنم، زیر این عکس بخوام قرار بگیرم، این تحقیر و توهین و این نماد شکسته. آقا چرا روسیه این نماد شکست نمیدونه؟
خب بیا بشینیم صحبت بکنیم دیگه. اگر این ماجرا درست باشه، اگر این چیزی که داریم میگیم مشکل فنی باشه که هیچی، ولی اگر این ماجرا درست باشد، این یک شکست وحشتناک برای سعودیه. چرا؟ به خاطر اینکه تو اینجا همه رو حساس کردی به این حقیقت که تو پذیرفته ای در مقابل این شخص و بازی که در منطقه به راه انداخت، شماهایی که ایستاده بودید تا فضای منطقه رو عوض بکنید، از آمریکا حمایت کرد تا دیگران، 5000 تا تکفیری منفجر شده موفق در کشور عراق داری، در دیگر نقاط داری، این ور داری، اون ور داری، نه در یمنش به جایی رسیدی، نه در سوریه رسیدی، از چشم قاسم سلیمانی میبینی. به شکلی که یه جایی وقتی حضور پیدا میکنی عکسش هست تو اذیت میشی. اگر این چیزی که اینها دارن میگن، یعنی سعودی واقعا مثلا گفته باشه آقا این اینجا دارن منو مسخره میکنن تو شبکه شما و تحقیرم کردن، پس اگه میشه جای نشست عوض کنیم، اگر این درست باشه و اون چیزی که مقامات ایران میگن که مشکل فنی بوده غلط باشه، پس ما باید اینجا این رو در نظر بگیریم که سعودی به معنای واقعی کلمه در این ماجرا خودش رو تحقیر شده دانسته و تحقیر شده دیده و چاره‌ای ندیده است جز این که بگوید لطفاً جای نشست را عوض بکنید. چه نگاهی باید به مسئله سعودی و ایران داشت با توجه اگه مثلا فرض بگیریم از عمد اصلا سعودی لشیره گفته آقا نشست و جاشو عوض کن، این عکس‌ها چی هست و این حرفو این شکلی، این شکلی اگر بخوایم در نظر بگیریم و بپذیریم که واقعا ماجرا به این گونه بوده است و به این شکل بوده است، یه نکته رو باید ایران در نظر بگیره. آقا با اینها فعالیت‌های خودت رو یک در حوزه اقتصادی تعریف کن، دو در حوزه امنیتی و نظامی چیزهایی بگیر، حالا من در ادامه مفصل توضیح میدم، و در راستای امنیت منطقه کارهایی بکن. همین، چیز بیشتری از حوزه اقتصاد از اینها انتظار نداشته باش. این آغاز قضیه داره این داستان نشون میده، آغاز قضیه و حس دردناک تحقیری که اینها از یه عکس دیدن. آقا این عکس، این همه آدم اومدن رفتن، کسی تحقیر نشده. شما چجوری خبرنگار العربیه میگه من عکس قاسم سلیمانی دیدم حس کردم دارن ما رو مسخره میکنن؟ ما کسی رو مسخره نکردیم، ما یه قاب عکس زدیم رو دیوار دوستش داریم، با کسی اصلا کاری نداریم. نه، ما حس کردیم خیلی خب هر جور دارش، هر جور راحتی بریم گفتگو بکنیم در جای دیگه. وزارت خارجه ایران تاکید داره، میگه یک سوء تفاهم بوده از طرف سعودی، یک توییتی از سوی کاربرهای در شبکه اجتماعی دست به دست شده که اینا میگن آقا ما حس کردیم دارن مسخرمون میکنن، تاخیرمون میکنن در شبکه اجتماعی، درخواست کردیم که عوض بشه که این سوژه شدن فراگیرتر نشود. هر کدوم رو بخوایم در نظر بگیریم به یک نکته باید اشاره کرد. عده‌ای میخواستن در این منطقه فضا رو عوض بکنن، میخواستن در این منطقه معادلات رو به هم بریزن. رحمت خدا بر قاسم سلیمانی که هیزمی به این بی شرف‌های بی وجود، من منظور خاصی ندارم، منظورم همه کسانی است که میخواستن منطقه رو بریزن و هم، رحمت خدا بر قاسم سلیمانی که هیزم تری به اینها فرو کرد که اینها این ماجرا روی دی ان ایشون به ثبت رسیده. فرزندان اینها هزار سال دیگر به دنیا بیاین، خشی و خطی روی بدن خودشون میبینن، این خشی است که قاسم سلیمانی روی پیکر کسانی کشیده است که میخواستن منطقه ما رو به هم بریزن. تحملش نمیتونه بکنه، فراموشش هم نمیتونه بکنه، هر جا بره این عکس ببینه اذیت میشه. من ادامه نمیدم این بخش رو، به خاطر اینکه ادامه بدم باید بریم توی مسائل و مواردی که عبور از آن بهتر است. بریم ویدیو ببینیم مفصل درباره این نشست و آن چیزهایی که بعد از این ماجرا و گفتگوهای ایران و سعودی در منطقه رخ خواهد داد و اثراتی که خواهد داشت صحبت خواهیم کرد. بریم ببینیم ادامه ویدیو رو. خیلی دوست دارم فارغ از همه حرفایی که میتوان و میشود درباره این دیدار زد، بریم یه سری عکس و فیلم ببینیم از نشستی که برگزار شده است و حضور مقامات. اجازه بدید من این خبر رو ببینم. بله، در ادامه گزارش تک تک اینها رو برای شما خواهم خوند، بخشی از اظهار نظرهای امیر عبداللهیان و بن فرهان سعودی رو هم اگر فرصت شد برای شما میخونم. بریم فیلم هایی ببینیم از لحظه حضور سعودی ها در ایران. فیلم رو دارید روی صحبت ما مشاهده میکنید؟ بله، حضور وزیر امور خارجه عربستان سعودی، یکی از بزرگترین متحدین آمریکا، دشمن ویژه ایران در منطقه، آمریکا منظورم هست، در ایران حضور پیدا کرده و لحظاتی از این حضور رو و
حضور وزیر امور خارجه سعودی در ایران رو دارید مشاهده میکنید. بله، لحظاتی از دیدار وزیر امور خارجه عربستان با امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران رو در تصاویر مشاهده میکنید. بعد از آمدن وزیر امور خارجه سعودی به تهران و بعد از حضور در فرودگاه، فوراً این شخص به مقر وزیر امور خارجه رفته برای اینکه گفتگوهای خودش رو با طرف ایرانی شروع بکنه. آغاز اولین دور مذاکرات وزرای امور خارجه ایران و عربستان رو روی صحبتون دارید مشاهده میکنید. بله، همزمان فیلمی را هم از انتظار خبرنگاران برای آغاز نشست خبری مشترک وزرای امور خارجه، من امروز سکنم روزم نیست همش دارم سوتی میدم، وزرای امور خارجه ایران و سعودی دارید مشاهده میکنید. فکر میکنم استقبال خبرنگاران ایرانی از وزیر امور خارجه سعودی رو میشه خیلی ویژه و حد اکثری دونست. به نسبت دیگر دیدارهایی که برگزار میشه بسیار بسیار قابل توجه بوده تعداد خبرنگارهایی که حضور پیدا کردن برای اینکه این نشست رو پوشش بدن، نشستی که بیش از 10 سال از آخرین باری که مشابهش در ایران اتفاق افتاده داره میگذره. یه نکته خیلی ویژه رو دوست دارم درباره این دیدار بگم. چیزی در حدود 10 سال پیش جمله از سوی سعودی ها مطرح شد تحت عنوان که جنگ را به داخل ایران میکشانیم. بحران های اتفاق افتاد، سعودی درگیر حاشیه های شد، در یمن درگیر جنگ شد، برای آرامکو توسط یمنی ها حوادثی پیش آمد و چیزهای از این دست. و در تمامی این مراحل سعودی یقین داشت که آمریکا کنار سعودی ایستاده و سعودی را در مقابل ایران تنها نمیگذارد. البته ما در مقابل سعودی نبودیم، ولی برای خودشون همچین تصور رو تعریف کردن و روی آمریکا هم حساب باز کرده بودن. بعد از 10 سال آمدن سعودی به تهران از این بابت و با نگاه به این مسائل بسیار بسیار ویژه و قابل تأمل به نظر میرسد. تصاویر رو دارید روی صحبت رو مشاهده میکنید از بله تالار آینه وزارت خارجه، خبرنگارانی که در انتظار وزیر امور خارجه ایران و عربستان هستند. برنامه‌ای که و مراسمی که بعد از 10 سال در ایران در حال رخ دادن است. بله، تصویر دیگری رو دارید مشاهده می‌کنید از خبرنگار العربیه، تصویری که به شدت مورد توجه کاربرها قرار گرفته. دیروز دیدم که از زاویه‌های مختلف هم به این عکس پرداخته بودند. بعضی از کاربرها به این اشاره کردند که سالها العربیه توسط کسانی که ارائه میشد یک فضای ضد ایرانی و یک فضای کاملا تند را علیه ایران پیش میبرد، علیه مقاومت پیش میبرد، علیه فرمانده ما پیش میبرد. الان شاهد این هستیم که او در جایی زیر عکس قاسم سلیمانی ایستاده است برای اینکه خبر گفتگوی وزیر امور خارجه کشورش با مقامات ایران را پوشش بدهد. از این زاویه بسیاری از کاربرهای فارسی زبان به این عکس و آنچه که میبینیم پرداختند. دوست دارم بخشی از گفتگوی خبری امیر عبداللهیان و وزیر امور خارجه سعودی رو ببینیم. برمیگردم، نکاتی دارم خدمت شما عرض خواهم کرد. تمایل دارم تأکید کنم که امنیت منطقه‌ای و امنیت تک تک کشورهای آن یک امر اساسی و حیاتی برای همگان و یک ضرورت انکارناپذیر برای دستیابی به آینده امن‌تر، شکوفاتر و توسعه یافته‌تر در منطقه مشترک ماست. جمهوری اسلامی ایران هرگز امنیت رو با نظامیگری ندانسته. امنیت مفهومی فراگیر و در برگیرنده ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تجاری بین کشورهای منطقه به شمار میره. ما با استفاده از فرصت
در خصوص ضرورت حمایت از مردم مظلوم فلسطین گفتگو و رایزنی داشتیم، اتفاق نظر داریم که حل مسئله فلسطین یک موضوع اساسی و دارای اولویت در جهان اسلام و در نگاه مشترک تهران و ریاض می باشد. همچنین نگرانی خود رو از تداوم جنگ در سودان اعلام کردیم و در خصوص برخی موضوعات مورد علاقه و بین المللی گفتگو کردیم. اتفاق نظر داریم که خیلی خوب، بخشی از این ویدیو رو با همدیگه دیدیم. در همین مراسم و پس از صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران، بن فرهان سعودی هم نکاتی رو مطرح میکنه که من دوست دارم بخشش رو با همدیگه بشنویم. این فرد در بخشی از صحبت‌های خودش به این اشاره میکنه که امیدوارم آقای رئیسی درخواست من برای سفر به عربستان سعودی رو به اصطلاح خودمون بپذیره و ما شاهد حضور ایشان در عربستان سعودی باشیم. بریم بخشی از صحبت‌های آقا آفتاب عجیب غریب از جاهایی در اومده که خیلی‌ها تصور نمی‌کنن. یعنی تا 6 7 ماه پیش تصورات چیزای دیگری بود، امروز فضا به سمت دیگری در حرکت است. ببینیم صحبت‌های بن فرهان سعودی رو در پایتخت مقاومت تهران، بعد برمیگردیم نکاتی دارم درباره صحبت‌های امیر عبدالله خدمت شما عرض خواهم کرد. بله. من از دوستان بابت اینکه کیفیت صدا فوق‌العاده پایین هست عذرخواهی میکنم. میخواستم سکوت بکنم که شما خیلی آروم صدا رو بشنوید، ولی صدا بیش از حد پایینه. آن چیزی که شاهدش هستین ابلاغ دعوت پادشاه عربستان سعودی از آیت الله رئیسی رئیس جمهور ایران است که توسط وزیر امور خارجه سعودی در حال مطرح شده است. بله، روی صحبت‌های من درخواست وزیر امور خارجه عربستان سعودی از دکتر رئیسی وزیر امور خارجه ایران برای حضور در این کشور رو مشاهده میکنید. بخش دیگری از صحبت‌های امیر عبداللهیان رو با هم ببینیم، برمیگردیم نکاتی دارم که خدمت شما عرض خواهم کرد. همچنین گفتگوهای امروز ما تمرکز داشت بر ضرورت همکاری‌های پایدار اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور، از جمله تحرک هرچه بیشتر در بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی. خیلی خوب، بخشی از این صحبت‌ها رو دیدیم. خیلی ها دارن پیرامون این بحث میکنن که روی چه مسائلی ما باید با سعودی صحبت بکنیم و اصلا همکاری های ما با سعودی پیرامون چه مسائلی باید باشه. امیر عبداللهیان اولین مسئله که بهش اشاره میکنه مسئله فلسطینه. بیشتر از این که اصلا بخواهیم بپردازیم به این که آیا از نگاه آرمانی جمهوری اسلامی داره بهش نگاه میکنه، از نگاه انسانی داره به مسئله نگاه میکنه، یا از این نگاه که فلسطین بخشی از پازل تولید قدرت برای محور مقاومت و برای ایران هست داره نگاه میکنه، فارغ از همه اینها داره یه چیزو یادآوری میکنه که آقا جان دو سال پیش همین موقع نشستی توی منطقه پچ در گوش همدیگه که ایران رو بزنیم کنار، صهیونیست‌ها بیاین بس صلح ابراهیم را بندازیم، توافق ابراهیمی با این دست بده اون با اون گفتگو بکنه که همه برن به سمت رژیم صهیونیستی. منطقه این شکلی نیست. کیا دور جمع شده بودن باید گفتگو بکنن که صلح ابراهیم را بندازی؟ بحرین را آوردی، به اردنی ها و اماراتی ها فکر کردی، عربستان رو در ذهن داشتی. من امروز با عربستان درباره فلسطین صحبت میکنم. وقتی با عربستان درباره فلسطین صحبت میکنم چه کسی مقابلش تعریف میشود؟ همین برای همه کسانی که این چند وقته متمرکز بودن بر اینکه ایران رو در منطقه به چالش بکشن و در تخیل خودشان منزوی بکنن کافیه. نکته دومی که ایشان در صحبت‌های خودش به شدت روی اون تأکید میکنه همکاری‌های اقتصادی بین ایران و سعودیه. دوستان عزیز، فارغ از اینکه ما بخواهیم به هر نگاه بلند مدت و همکاری بلند مدتی بین خودمان و سعودی فکر بکنیم، فعلا باید تمرکز ویژه ما روی همکاری اقتصادی باشه. با توجه به چالش هایی که این سالها داشتیم در منطقه و حرف و حدیث هایی که بوده، فعلا خیلی زوده که بخوایم از یک کشوری مثل سعودی
و یک کشوری مثل ایران با وجود همه چالشایی که داشتن یک همکاری در حوزه‌های فراتر از اقتصادی با جنبه برای مثال سیاسی و مسائل دیگر انتظار داشته باشیم. تو این مسئله فعلا باید بریم جلو، گام به گام با آرامش این همکاری را پیش ببریم تا ببینیم بازی به کجا میرسه. این نکته اول. نکته دوم، مسئله امنیت اون چیزی هست که اینجا داره مطرح میشه. سالیان سال، بیش از 70 سال آمریکایی‌ها تلاش کردن یک چیز رو توضیح بدن. امنیت در منطقه خاورمیانه شدنی است که پایدار بشود، ولی پیشنیازش اینه که کشورهایی بنشینن با آمریکا گفتگو بکنن. آمریکا این رو تلاش کرده بود جا بندازه. جای پای آمریکا رو شما در منطقه می‌دیدید. تحت هیچ عنوان نمیتونستی به کسی توضیح بدی که این توانایی تولید قدرت در منطقه برای شما رو نداره. این توانایی تأمین امنیت رو نداره. این باورها در هم شکست. در این 10 ساله، در این 13 ساله، در تنش‌هایی که از سوریه به راه افتاد تا بحرین و یمن و جاهای دیگر، این در هم شکست که آقا رو آمریکا نمیتونی حساب بکنی. میخوای امنیت داشته باشیم توی منطقه؟ روی مثلا آرامکو حساب کردی به این شکلی که یکی از 10 تا شرکت مطرح و برتر دنیا بشه؟ پس امنیت هم میخوای دیگه. امنیت رو با کی میخوای تامین بکنی؟ آمریکا نمیتونه. آمریکا اگه میتونست جلوی یمنی‌ها و تسلیحات و تجهیزاتشون رو میگرفت. با دیگرانی باید امنیت رو تامین بکنی. سعودی‌ها این رو فهمیدن. و فارغ از این که بخواهیم وزن و نقش ایران رو بهش اشاره بکنیم، من میخوام به این اشاره بکنم. بعد از 70 سال آن چیزی که دکترین اصلی آمریکایی‌ها در منطقه بود در هم شکسته. سندش، یارانش بلند شده اومدن پیشه. کشوری که از ابتدای انقلاب 57ش آمریکا با این کلکل داشته. دیگه از این فاجعه بارتر نمیتونه باشه داستان. و یه چیز هم من قبلا خدمت شما عرض کردم، کمی بعدتر یعنی در روزهای اخیر دیدم که رسانه‌های روسی هم بهش اشاره کردن. نکته‌ای که من خدمت شما عرض کردم اینه، وقتی مثلا ما میگیم همکاری نظامی امنیتی، خب من مشخصه چی دارم. سعودی چی میتونه داشته باشه؟ چیزی ساخته که به کار ما بیاد؟ نه. یه چیزایی خریده از آمریکا که من الان دارم با روسیه صحبت میکنم، روسیه برای مهندسی معکوس از اوکراین گرفته با مکافات غنیمت میخواد بیاره ایران. سعودی از این چیزا داره که در اختیار ایران قرار بده. این چیزی هم که من قبلا خدمت شما عرض کردم، اخیرا توی رسانه‌های روسیه بهش اشاره شده که اینها ظاهرا چیزایی دارن از آمریکا خریدن و بسیار ارزشمنده، چون ایران دوست داره که یک طور این در دستش باشه، مهندسی معکوسش بکنه. این چیه؟ دقیقاً این چیه؟ ترس اصلی و واهمه اصلی که آمریکا داره که ظاهراً بحثای پیرامونه این که این تسلیحات و این امکانات در اختیار ایران قرار داده بشود هم مطرح شده است. البته حالا سعودی در قبال شیسایی میخواد و بحثی هست که اون هم در جای خودش مفصل بهش خواهیم پرداخت. من طولانی‌تر نمی‌کنم گزارش رو، فقط یه نکته می‌خوام خدمت شما عرض بکنم. سوال، ما به گفتگوی با غرب نیاز داریم؟ چون الان بعضی از دوستان غربگرا ممکنه بگن که آقا این مسیر رو، اجازه بدید من این بخش رو ببینم. بله، میخوام ببینم خبر جدیدتری در این لحظات ارائه شده است که با هم بررسی بکنیم یا نه. تقریبا همه چیز رو من خدمت شما عرض کردم. بعضی از دوستان الان دارن به این اشاره میکنن که آقا، آها، نکته جالبی دارن به این اشاره میکنن که آقا این جریان غربگرا حرف اصلیش اینه، ما اگه میخواستیم گفتگو بکنیم اجازه میدادین. الان توییت آقای ابتهی رو دیدم، گفتم که نکته جالبیه، گفته که الان دولت رئیسی که همه این نظام پشتشن اومده پای کار و این فرصت پیش اومده که ما با سعودی همکاری کنیم. یعنی شما الان بر این باوری که اتفاق خوبی داره میفته، درسته؟ که بعد میگی چون دولت همه نظام باش همراه هستن و همکاری میکنن، این اتفاقا داره میفته، ولی اگه ما بودیم نمیافتاد چون همراهی نمیکردن. میخوایم فرض بگیریم شما درست میگی، همه این نظام دارن با این همراهی میکنن، با شما همراهی میکنن، کشور رو کجا داشتین میبرین آقای ابتهی؟ کشور رو به کدام سمت میبردین؟ به سمت سقوطگاهی که اوکراین درش قرار گرفته یا به سمت سقوطگاهی که عربستان قرار گرفته است و الان با آمدن به سمت ایران داره ازش فاصله میگیره؟ شما درک منطقه رو داشتید تغییر میدادید. کسی با گفتگوی با غرب و با نشستن با آمریکا و حرف زدن با این اون مشکلی نداره. اینها باید اتفاق بیفته. من باید برای منافع ملتم گفتگو با هر کسی رو امتحان بکنم. اما کاری که شما در دولت آیه روحانی داشتید انجام دادید این بود که انقدر آویزان آمریکا شده بودید که خود سعودی میگفت اینا در مقابل آمریکا هیچی نیستن، من برم بشینم کارو با آمریکا ببینم، آمریکا برای من کارو با اینا میبنده. هم توی منطقه به مشکل خورده بودیم، هم فرا منطقه به مشکل خورده بودیم، هم به چالش کشیده شده بودیم، هم
تولید کنندگان قدرت در ایران رو داشتن ترور میکردن، هم به نتیجه نمیرسیدیم. گذشت، مدل شما به حاشیه رفت. آن چیزی که اتفاق افتاد این بود که ایرانی به شکلی صریح‌تر و واضح‌تر در تقابل با آمریکا رفتار خودش رو نشون داد، برخلاف درکی که شماها داشتید در ذهن ملت‌های منطقه شکل میدادید، در ذهن سعودی‌ها شکل میدادید که همه چیز ایران از پای آمریکا میگذره، آویزون اینا وایساده. برخلاف تصوری که شما داشتید درست میکردید، الان تصور سعودی این شکلی شده که نه، اصلا آمریکا هیچ خروجی نمیتونه تو این داستان داشته باشه، کارو باید برم بشینم با خود ایران ببندم. من امیدوارم که این مسئله رو دوستان ما منصفانه و بی‌طرفانه فهم بکنن. ما با گفتگوی با کسی مشکل نداریم، به شرط اینکه شما با شیوه گفتگویتان ادراک غلطی را در منطقه نسازید که شما داشتید میساختید. سعودی نگاه میکرد میگفت آقا این آویزون آمریکا شده، ما که جای خودمون ایستاده بودیم، درستش این بازی میکردیم. آقایان غربگرایی که از طرف دولت در هم شکسته پیر و خسته میرفتن، این شکلی داشتن پیام منتقل میکردن. زبان سعودی هم دراز شده بود، زبان دیگرانی هم دراز شده بود. یه خورده اومدیم جلوتر، مدل ایران تغییر کرد. رفیق لبنیاتی ما هم فهمید که نه، این آمریکا نمیتونه قابل اعتماد باشه. اگر این شکلی غربگراها میخوان بازی بکنن، این بازی برای ایران منفعت داره. من خودم بخش اعظمی از برنامه‌ام رو میذارم از هر کاری که میکنن حمایت بکنم، ولی مدل بازی شما این شکلی نیست. مدل بازی شما در این 8 سال به شیوهی بود که درک تک تک کشورهای منطقه را نسبت به ایران، توان ایران، قدرت ایران و اقتدار ایران دستخوش تغییر کرد. این درک هست که الان در هم شکسته و ما همین رو بهش نیاز داشتیم. از قبل این نوع بازی هست که به یاری خدا بهترین ها پیش روی ملت ایران خواهد بود. من طولانی ترش نمی کنم. اگر نکته داشتین در قالب پیام برام بفرستین، کمک بکنید که این گزارش با پیام های شما کامل تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.